رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر باشه. سلام، وقت شما بخیر، بفرمایید. متشکرم، خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. آقای دکتر، من یه بایوگرافی از خودم خدمتتون بدم، یه بایوگرافی خیلی کوتاه. من 32 سالم هستش، از امریکا تماس میگیرم، شهر بوستون. حدود 2.5 سال هست که با ویزای دانشجویی مهاجرت کردم. یکی از دانشگاه خیلی خوب بوستون تحصیل میکنم، مقطع دکترا، رشته خیلی خوب. آره دکتر، من واقعا داشتن دوست پسر و همسر شده آرزوی من. من ایران اصلا سابقه دوست پسر نداشتم، خیلی تکبودی بودم. یعنی خیلی برام مهم بود که بتونم با ویزای دانشجویی مقطع دکترا فلان دانشگاهی که میخوام ادمیشن بگیرم. الان به هدفم رسیدم. یعنی نصب کنید، مگر ما تو نصب کنید صبر کنید دختر به این باهوشی و توانایی ما تو زندگی قراره یه هدف داشته باشیم، مثلا فقط نون بخوریم یا آب بخوریم یا لباس تنمون کنیم یا بخوابیم، بقیه کارا چی؟ شما چرا فکر کردید که در دورانی که در ایران بودید، اونم تا سن نزدیک 28-9 سالگی، از سن 7-8 سالگی تا 28-9 سالگی، 20 سالی که مساویست با 60 سال بعد زندگی، تنها قرار یه کار بکنیم، اونم درس بخونیم؟ آقای دکتر، خیلی رشته منم حساس بود، ویزای امریکا خیلی پاسیبل نبود، یعنی من نمیخواستم یکی دیگه هم درگیر کنم و برای من پیش نیومده بود رابطه پیش بیاد برام. یعنی اینقدرم تک بودی بودم و خیلی آرزوی امریکا داشتم، دوست داشتم بیام مقطع پیشتی بخونم. خب بابا همون حرفا رو زدید، آدم هم به خاطر یه چیز که همش نه، من صد سوالم این است که داشتن دوست، داشتن یه آشنا، ارتباط با آدم ها، شناخت بیشتر خود، شناخت بیشتر جنس مخالف، اینا چه اشکالی داره که آدم در یه چارچوب محدودی بدونی که هدف ها و برنامه های دیگهش به هم بخوره و به هم بریزه داشته باشه؟ چون ببینید از این اصلا به دوست پسر فکر نمی کردم. ایران چرا نباید بکنیم؟ شما دکترا فلان پروژه رو خب اونا که درستی، خب بس به این خب آخه این که کار درستی نیست. تو زندگی آدم یه چیزی رو بخواد بعد همه چیز دیگه رو فدا کنه برای اون؟ آره دوست، الان حدود نزدیک 3 سال میشه، دیگه نزدیک 3 سال میشه امریکا، داشتن دوست پسر و همسر شده آرزوی من. یعنی واقعا یعنی چه؟ آرزو نیست؟ چرا آرزو؟ نه آرزو، آخه یه لحظه من دیتینگ اپ ندارم و خیلی تو هر ایونت ایرانی که تو بوستون هست تقریبا حضور دارم و خب تعداد ایرانی هم اونقدر زیاد نیستش. اونایی هم که میرم خوشم نمیاد، یا خیلی سنبالان یا بچن 22-23. یعنی واقعا برام خیلی شده، یعنی به خودم میگم بیام. آقا این چه نگاهیه؟ شما نصب کنید اصلا. آقا اینطور نیست، واقعا من نمیدونم از کجا دوست پسرگی بیارم. واقعا من خیلی الان حسرت من شده نه وضعیت مالی دیگران، نه وضعیت تحصیلی دیگران، حسرت من شده داشتن. حالا خب شما نشون میده از یه وسواس میرید به شما نشون میده از یه اعتیاد میرید به یه اعتیاد، از یه وسواس به یه وسواس دیگه. قبلا درس بود، حالا شده آرزو. چون آرزو نمیخواد بکنید، شما یه دختر خانمی هست، نیاز فکریم به یک دوست پسر، به کسی که به یک رابطه که به ازدواج خط بشه. من نیاز دارم به کسی که از لحاظ فکری واقعا نیازمه. من واقعا دارم احساس کنم من واقعا کمبودش رو دارم میفهمم تو زندگیم. شما مثل آدمی مونید که میخواید 15 ساعت حرف بزنید درباره بدی تشنگی، برای حاضر نیست در گوش بدید نه ایروان ها بخورید. بفهمید. خب راست این است که شما قرار است دور برتون نگاه کنید. شما که نمیتونید بگید گروه سنی که دور بر من هستن آمدن عمدن یه در انتخاب کردن که اونایی که من میخوام توش نباشه. شما یه سنی دارید و دور بر سن شما بین فرض کنید 30 تا 35 معلومه خیلی ها هستن که دانشجویان رشته های دکترا هستن یا دانشجوی دکتراشون رو رشته تحصیلیشون رو تمام کردن، اونم در یه جایی مانند بوستون با چند دانشگاه فوق العاده معتبر و اول امریکا. خب پس بنابراین اولا آدما اونجا بیشترن از جاهای دیگه، نه اینکه مطابق است با ایران. این شماره یک. دوم، شما احتمالاً باید مطمئن باشید چیزی که میخواهید یه واقعیتی است که وجود داره، نه اینکه دنیای ذهنی بسازید که نیست. شما اگر برگردید بگید من دلم میخواد این آقا قدش 2 متر خورده ای باشه، خب تو 10,000 تا یکی اینجوریه. ولی اگر قبول کردید نه خب دکتر جان تحقیر نیستم که بگم فلان شرایط خیلی خوب خب بنابراین چه فقط قیافش به دلم بشینه من به تحقیر خیلی خوب. شما اگر حرفتون این نصب شما اگر حرفتون این است که من 100 تا پسر بین 30 تا 35 دیدم یا 50 تا، هیچ کدوم
قیافه شون به دلم ننشسته. شما معلوم سخت گیرید، ما چیزی غیر از این نداریم. میتونید که برگردید بگید من وقتی به دلم نمیشینه، یعنی خب به دلم برای که شما برای که پسر محبت کنم، نه محبت نه نه. بپذیرم. خیلی خوب، به دلتون نمیشینه برای که انتظاری دارید که با واقعیت نمیخونه. مثل این است که من برگردم بگم هیچ کنم از این ماشین ها هزار خورده نو ماشینه، هیچ کنم از اون که من میخوام و من مریضم، یا برگردم بگم از این صد جفت کفش یا این صد دست لباس که تو این فروشگاه هیچ کنم شما نمیخوام، من اشکال دارم برای که من قراره از اون که خوشم میاد اون از من شاید، یعنی مثلا شاید شده از یکی دو نفر خوشم اومده، ولی خب مثلا من که مستقیم نمیرم به پسر هیچ وقت بگم، ولی خب مثلا پسر نه نه صبر کنید، نه صبر کنید، اولا قرار نیست مستقیم بگید. اگه قرار باشه ماجرای ارتباط انسانی یه چیز سیاه و سفید باشه که خب فاجعه است، ولی اگر شما از یه پسری خوشتون آمده باید حتما مطمئن بشید او شما رو دیده و آیا از شما هم خوشش اومده. دیده دوست رو صد بارم دیده، همش رو چشش بودم. خب بس نمیخواد شما رو، او میره کنار. درسته میره کنار بگو... خب 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 پس او میره کنار. خب الان بیاد فرض ببینید عزیز، من فقط چون همین یک شنبه بحث مراحل نهگانه عشق رو داشتم، مرحله اول اتنشنه، این توجه. بسیاری از آدم ها بلد نیستن توجه رو بگیرن یا توجه رو بدن، یعنی برخی از قرار مثلا دیدم نوع کارهایی که میکنن به گونه ایست که یه پیام غلطی میفرسته که به من نگاه نکنید، به من کاری نداشته باشید، من به هیچ وجه قصد ایجاد رابطه یا ارتباطی رو ندارم، در حالی که مثل شما ای بس و دلش میخواد. پس اول من باید مطمئن بشم که موضوع اتنشن از جانب من دور. دوم مسئله اترکشنه. خب از یکی شما خوشتون میاد، اگر خب نسبتا خوش اومد، قرار نیست در جلسه ساعت اول خیلی خوش اومد، به خودم هم میرسم، یعنی از همه لحاظ من نمیتونم. خب مثل که تعمل مثل که تعمل نکردی که بقیه رو بشه، دیدی اشکار کار تو چیه؟ ببین عزیز، اترکشنی بعد از که تو از یکی خوشت اومد باید شرایطی رو فراهم کنی که بدونی او تو رو دیده، متوجه توجه و خوش آمدن تو شده، حالا ببین اون چه کار میکنه. اگر هیچ کاری نکرد میتونی بگی پس من توجهش رو جلب نکردم یا اون جلب و جذب من نشده. تازه با دست به یه مانورایی بزنی برای اینکه شاید بشه، شاید برخی از اوقات سختگیرتر از اونه، برای بسیار از اوقات ممکنه او در موارد اول یا اولیه نخواد، ولی بعد از چند بار توجه تو حالا توجه کنه، برای که تو که نمیتونی تصمیم بگیری دیگران کی باید اعلان کنن. از اون گذشته حتی یه آدمی مثل من بارها عرض کردم، نه اینکه با یه کسی که همینجوری برخورد عادی، اگر واقعا از یه کسی بعد از مدتی خوشتون اومد در جنبه های در جای مختلف دیدش ارتباطات، خیلی راحت و مشخص بهش میتونید بگید که من دلم میخواد با تو بیشتر آشنا بشم. هیچ عیب و ایرادی هم نمیگم. هرگز من نمیگم به پسری اینجوری. چرا؟ احساس کنم اگه بگه نه من دوست ندارم باهات ارتباط، من احساس چیز میکنم، احساس کنم واقعا تحقیر شدم، بعد دیگه چیز میتونم بشن باهات. خب 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 ببینید عزیز، شما بسیار خودخواهید، گویی اگر یه کسی منو نخواد نه برام غرورم خب. خیلی مهمه. نه غرور نیست، غرور یه بیماری عزیز، غرور یه فاصله است بین خود واقعی و خود ذهنی و ایدالی. ببینید شما همجوری دارید بهانه میگیرید، علاوه اصلا چرا ما باید فکر کنیم که اگه کسی ما رو نخواست عیب و ایرادی ما داریم یا عیب و ایرادی او داره؟ هیچ، آدم ها قراره به هم خود، درست مثل یه دست کلید داری ده تا کلیده یکیش بخوره به این قفل، معناش نیست که خاک تو سر اون نقطه. اگر من هزار بار رو خط رادیو تلویزیون گفتم اگر یه کسی شما رو نخواست که نشون نمیده شما عیبی دارید، نشون نمیده او یه حسنی داره، نشون میده شما به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید. مثل یه آدمی که مال الان یا مال 200 سال قبل، خب معلومه به هم نمیخورن، به درد هم نمیخورن، برای که اون مرده رفته. ببینید شما بازی در میارید عزیز، شما ببینید شما الان برمیگردید میگید من میگم بهتون ماشین بخرید، میگید من دلم میخواد ماشین رنگش این باشه، ولی این وزن این ماشین مثلا 800 کیلوه، من میخوام 900 کیلو. بعد وزنشو درست میکنیم با یه صورتی، میگه نه من دلم میخواد صندلی عقبش یه ذره پهن‌تر بود. خب وقتی شما خود این بازی رو در بیاری که ما هیچ وقت به هیچ جا نمیرسیم. شما دو سه تا اعتراض رو به صحبتهای من داشتید که این که
در جهت اینکه اگر از خوش اومد هیچ اشکالی نداره که به گونه مستقیم غیر مستقیم حتی مشخص بگید من دلم میخواد با تو بیشتر آشنا بشم، و او اصلا برگرده بگه نه، اولا از 10 تا پسر 9 تاش نمیگه نه، بعد برفرض گفت نه که خب نه دیگه بهتر، معلومه که دوستو بالاخره من دخترم چش تو چش میشیم به من بگه نه مستقیم، من حس بدی پیدا میکنم اصلا. خب بی خود بد میکنی، بی خود احساس بدی میکنی، شما بی خودی برای خودتون یه دنیای ساخت. آخر خب بنابراین شما لطفاً همین الان سوار هواپیما بشید، تشبه ایران برید وسط یکی از این دهات دنبال 4 تا گاو و گوسفند بدوید، یه دختر بی سواده که خواندن بلد نیست برای من درست کنید، چون باید پسر بیاد دنبال دختر. خب خودید من چی کارتون کنم عزیز من؟ پس قرن 20 یعنی چی؟ پس انسان دیروز و امروز یعنی چی؟ پس مماله یه قرن دیگه، یه زمان دیگه، مکانی here and now یعنی چی؟ اصلا چه اهمیتی داره؟ علاوه این چیزی رو از کم و زیاد از کسی نمیکنه که یه آدمی از یه آدمی دیگه خوشش بیاد. حالا اگر یه پسری از یه دختری خوشش اومد، دختر گفت نه، مثلا پسر برباد رفته، پسری هستن که به 10 نفر گفتن، اونا هم گفتن نه، اونا خب نکنن. درسته. حالا آره دوسته، اما این کیس رو اگه ول کنیم، در کل من الان چون واقعا من احساس میکنم به اندازه کافی غیر مستقیم متوجه شده که من ازش خوشم میاد، ولی خودش حرکتی انجام نمیده، اما در واقعا دیگه واقعا کلافه دارم شدم از یعنی چی؟ دوستم رو سر عزیز من، عزیز من بسیاری از آدم ها هستن که در جهت ایجاد ارتباط موضوع مسئله دارن، این تو اونا هم این مقدار مسائل دارن، خب بنابراین باید بهشون فرصت و امکانش داد. برای اینقدر راه وجود داره. من واقعا میخوام با نه. پیمانی دیت کنم، دیت اپ اپین دیت ها رو ندارم و اصلا دوست ندارم تو این اپ ها باشم. آخه شما نه دیگه، نه حالا دیگه معلوم شد خورو چه ریاضی شب عزیزم، تو که هی نمیتونی بگی من اینو ندارم و اینو دوستم، بی خود دوست نداری، دوست داشتنی نیست موضوع. مثل که برگه من دوست ندارم نفس بکشم، دوست ندارم ورزش کنم، چرا بدن من اونگونه که باید باشه نیست؟ جهان جهان دوست داشتن نیست. شما اگر یه راهی پیدا کردن برای آشنایی که میتونید، من دوست ندارم، من دوست نداشتم، من 1000 تا کار کردم که دوست نداشتم. آن ملاک ها اینا نیست، این روسبازی ها یعنی چی؟ یعنی یک کسی باید بر اساس قواعد و ضوابط من حرکت کنه. شما فرزندی گفتید اول خانواده چندومی هستید؟ بله بله اول. اوکی، خدا به خیر کنه. نه عزیزم، نگاهت اصلا واقع بینانه نیست، برای اصلا تو کاری نمیخوای بکنی که زشت و بد باشه، کاری نمیخوای بکنی که غلط باشه. این بزرگترین تصمیم انسانه، مخصوصا با توجه به نیت آشنایی و ازدواج، پاکترین بهترین تصمیمی است که آدم میتونه تو زندگیش بگیره. این که دیگه خجالت نداره، مثل که آدم بگه من خجالت میکشم بخوام برم حمام. خب خجالتش کجاست؟ من یه سوال دارم ازت، یه دو تا سوال کوچیک. یکی این که شما کی درستون تموم میشه عزیز؟ من حدود 2 سال دیگه مقطع پیشیم تموم میشه. خب بعدش تصمیم دارید بمونید یا برگردید ایران؟ نه قطعا میخوام بمونم. یعنی پس میخواید اینجا زندگی کنید؟ اوکی. بله بله، یعنی برای جاب و اینا کلا اینجا هستم. اوکی، خب حالا بریم سراغ هر جور که دلتون میخواد موضوع رو، مسئله رو، پرسش رو مطرح کنید. متشکرم. آدی تو حالا این کیسی که خدمتتون گفتم، چون پروندهش بسته شده است و به اندازه کافی جلو چشش بودم، اگر میخواد تمایل داشت تو مدت فکر میکنم مدیدی هم میگذره به سمت من میومد، کلا کیسش رو بستم. ولی در کل الان به عنوان اینکه الان کسی از شما این سوال رو داشته باشه که من واقعا دوستم تو این سن یه پارتنر داشته باشم که به ازدواج برسه و جایی که ایرانی باشه، شما چه پیشنهادی دارین؟ من واقعا احساس میکنم دوست دارم، الان واقعا برام شده آرزو. دکتر شاید الان برای شما این جمله مضحک باشه، ولی واقعا دوست دارم، نیاز میکنم، من نیاز روحی فکری به پارتنر دارم، خیلی دارم تنهایی اذیت میشم و واقعا نمیدونم از کجا باید بیارم، از کجا مثلا باید برای من خیلی مهمه ایرانی باشه، نمیدونم باید چه کار کنم. یه مدت میخواستم موف کنم نیویورک سیتی یا حالا LA. چرا؟ شما مگر خب باید نصب کنید. اولا بوستون، چون من اونجا کنفرانس داشتم، به تعداد ایرانیان باهوش و توانا هستن، معلومه قابل مقایسه با لس آنجلس نیست. البته نیویورک به دلیل پراکندگیش اونجا هم کار به جایی نمیبرید، برای اینکه شهرهای دیگری هستند که تمرکز بیشتری از ایرانیان هست، و بعدم تازه با توجه به
سن و سال شما و مسئله ازدواج و ماندنتون توی امریکا، اونو متوجهم، ولی معلومه که اگر فرض کنید شما چون هدف ازدواج دارید با توجه به سنتون، اگر دانشگاهتون رو از بوستون به لس آنجلس یا اورنج کانتی یا سان دیگو جنوب کالیفرنیا یا حتی سن هوزه شمال کالیفرنیا ببرید، خب یه درصد بالایی، شاید نزدیک 30-40% ایرانیان در این منطقه جنوب کالیفرنیا یا نزدیک نیمی بله. از ایرانیان در کالیفرنیا هستن. خب اگر دانشگاهتون هست، اون یه فرصتی است که تعداد بیشتری آدم ها در ارتباطن، هم تو محیط دانشگاهی، هم تو محیطی که استادان هستن، و هم به هر حال توی برنامه هایی که هست. البته برنامه ها به خاطر کرونا همه به هم ریخته، ولی خوشبختانه دو مرتبه چون اون نگرانی از بین رفته دوباره داره به وجود میاد. حالا اگر شما از دانشگاهی که اونجا هستید بیاید اینجا، رده دانشگاهیتون و کارتون یا به هر حال پروژه‌ای که دارید اینا به هم نمیریزه؟ 100% همه از اول به هم میریزه کلن، یعنی یک کار عقلانی نیست. من پیشتر دو سن رفتم، من الان پروژه برای ناسا دکتر، یعنی فاندی هم که دارم میگیرم برای از ناسا، یعنی نمیتونم اینا. پس اصلا موضوع کامل اصلا منتفی است. پس اصلا ببینید چرا فکر شما میره سراغ چیزی که درست نیست. پس شما باید اول درستون رو بخونید و اونجا بمونید. دوم، ماجرای استفاده از تمام امکان. ببینید عزیز، آشنایی جز یک مرکز، اونم میگم اینکه فرض کنید برید یه جاهایی که نمیدونم به نوعی کافا و کابارهای بدنامند و آدم ها اونجا برای رابطه جنسی میرن، ولی اونها رو بذاریم کنار. نه صبر کنید، صبر کنید. غیر از اونجا هر جای دیگری که آدم ها با هم آشنا بشن چه اشکال داره؟ مسجد باشه بیبی نداره، مدرسه باشه اشکالی نداره، توی مهمونی باشه، خاله جان معرفی کنه، دوستی یه کسی رو معرفی کنه. از نظر آشنایی جز در شرایط استثنایی همه چیز پذیرفته و مقبول. این شماره یک. بنابراین استفاده از مخصوصا آنچه که امروز به عنوان سایت ها هست، گرچه توش حرف بیخود و اضافه فراوونه و حتما یه عده دروغین و فریبکاران اونجا هستن که با یه دقتی میشه اونها رو در حقیقت پس زد و کنار گذاشت. اینکه ایرانیان پراکندن حداقل در امریکایی که شما هستید، و بعدم تازه بسیاری که در نقاطی هستن که اونقدر ایرانی نیست، این تنها راهشونه که بوده. بله در یه جایی مانند کالیفرنیا یا جنوب کالیفرنیا این امکانات خیلی بیشتره. ما دو تا فرض کنین سفر سه روزه دریایی، یکی با 2400 یکی با 3400 تا ایرانی داشتیم، و معلومه که تو اونا 500 تا 1000 تا پسر و دختری بودن که به هر حال به دنبال همسر هم بعضیاشون بودن، و به همجاست که شاید بیش از 50 تا عروسی رو من میشناسم که به خاطر این سفرها اتفاق افتاد، ولی الان نیست، شاید باز دوباره باشه. ولی به هر حال از اون سایت ها هم میتونید استفاده کنید، برای که در اونجا شما رو در معرض ارتباط با هر کسی که قرار نمیدن. بنابراین یک کسی است که باید حتی اغلب تحصیلات عالیه در حد دکترا داشته باشه، یک کسی است که سنش بین 30 فرض بفرمایید تا 40، یک کسی است که ایرانیه و مدتی است اینجاست و میخواد در امریکا بمونه، چون اینا شرایط اصلی شما هستن. بعد حالا باورهای مذهبی تون اگر از جان این کروزی که گفتین چطوری باید پیگیری کنیم؟ اون که تموم شد، اون اگر بود تو برنامه من خواهد اومد. ما یه کروزی خواهیم داشت احتمالا در ماه اکتبر، ولی شاید اون مثلا 500 نفر باشن. اون کروزایی که ما چارتر میکردیم کشتی رو متفاوته. ولی ببینید عزیز، این نوع برنامه ها هست. این الان برنامه که همین یک شنبه، یعنی یک شنبه 11 جون، نه همین یک شنبه 11 هست، یه جای 6000 نفر است که 6000 تا ایرانی هستن، ولی اونجا یه فرصت کمی است. اون ارتباطات مگر به صورت تصادفی یا با برنامه های بعدش به نوعی ادامه پیدا کنه، ولی یه جایی مثل کروزی که گفتم، چون سه روزه آدما حتما با هم در ارتباط قرار میگیرن و بنابراین میتونن انتخاب بکنن. ولی اینکه شما بخواید کسی رو پیدا کنید کار مشکلی هست، یعنی از 10 جا یا 20 جا که برید ممکنه که هیچ کدامش نباشه. ولی یادتون باشه ما یه بحث آماری نداریم، چون شما یک نفر رو میخواید.
چون ببینید اشتباه در اینه که برخی از گفتگوهای کلی رو که گفتم بحث‌های آماری هست در جهت فردی بخوایم استفاده کنیم. نه، این اشتباه بزرگیه. اخیراً هم خود من به خاطر مسئله اتومبیلم یه همچین اشتباهی رو کردم. یعنی وقتی من گفتن الان فصل خرید یا فصل فروش نیست، من به اون توجه کردم، حواسم نبود که من با یه دونه روبرو هستم، نمیخوام که 1000 تا بفروشم یا 1000 تا بخرم که باید فصلش رو بگذارم. یعنی اینا اشتباهات ذهنی است که میشه. شما یه دونه شوهر میخواید یا یه دونه دوست میخواید، تازه اونم معلوم نیست بعد از به کجا میرسه. نجاتن خودتون رو باید در معرض این شرایط قرار بدید. هیچ عیب و ایرادی هم این سایت ها ندارن، مشروط بر اینکه اطلاعات محدودی باشه و شما در اول همه چیز رو چک کنید، خاطرتون آسوده باشه که اطلاعاتی که هست با واقعیت ها میخونه و دنبالش را بیفتید. ولی موضوع ازدواج چیزی است که اتفاق میفته. اگر شما از آدما بپرسید، میبینید توی مهمونی، توی یک سفری، حتی برخی از وقت توی مهمونی چند نفره یا یک کسی که شما رو دیده است، شما خوشش آمده، شما رو به دوست یا برادرش معرفی میکنه. ولی بودن توی این محیط ها کار میکنه، ولی توش نمیشه عجله ای کرد یا انتظار خاصی رو داشت. این موضوعی است که به دلیل یه برخورد رندم یا تصادفی اینجا و اونجا خواهد بود. اینکه شما فقط برای من یه سوال، این ببینید عزیز، اولا آدما به آرزوشون نمیرسن، چون دو سه دفعه گفتی آدما به هدفشون میرسن. هدف یعنی یه پدیده تعریف شده است که دقیقا مشخصه چه هست. بنابراین باید برای شما هدف باشه. حالا که هدف بود، اولین مسئله استراتژیه. استراتژی یعنی ترکیب نقشه، طرح و برنامه. نقشه یعنی همه راه‌های رسیدن به هدف. خب شما باید از همه استفاده کنید. دوم طرحه که یکی دو سه تا رو در هر زمانی برمیگزینید و برنامه براش میذارید، که البته اون اونقدرها در اختیار شما نیست. بنابراین شما از تمام فرصت‌ها و امکانات میتونید استفاده کنید، مثلا با توجه به اینکه اینجا میخواید بمونید. تازه نه تنها عزیزانی که در امریکا هستن، کسانی که در کانادا هستن هم زیر اون چتر قرار میگیرن، برای اینکه با توجه به نوع ارتباطی که هست و مثلا بالای سر شما در یه جایی مانند تورنتو، بعد از لس آنجلس بیشترین تمرکز ایرانیان در تورنتو، یعنی اول لس آنجلس بعد تورنتو بعد ونکوور و شمال کالیفرنیا یعنی سن هوزه، در حقیقت گروه های بیشتر ایرانی در اونجا ساکن هستن. حالا منطقه اورنج کانتی و سان دیگو در جنوب کالیفرنیا، اونا یه وضعیت دیگری دارن که همه اینا به نوعی به هم پیوند خوردن. ولی حالا که شما مایل به ازدواج هستید با یه چنین زمین و ظرفیتی که دارید، بدون تردید اونو پیدا خواهید کرد. ولی شرطش اینه که اصول رو رعایت کنید و ضمناً فعلا درستون به عنوان هدف اصلیتون باشه و بعدم یک کمی چک کنید. نه اینکه برای که حرفایی که زدید به من نشون میده خیلی واقع بینانه و مسئولانه با این موضوع برخورد تا به حال نکردید، یا حداقل تا زمانی که در ایران بودید. الان هم نوع حرفاتون همینه. به همجاست که من اون سی دی یا یو اس بی رو شما میتونید بگیرید که چرا ازدواج، چرا طلاق، چرا آدم ها ازدواج کنن به دلایل غلط، چرا به دلایل درست و چرا ازدواج نمیکنن، چرا آدم ها طلاق بگیرن به دلایل غلط، چرا به دلایلی که باید طلاق بگیرن، چرا طلاق نمیگیرن. حالا علتش چیه؟ شاید 90 تا موضوع هست، برای که این بسا شما یک دفعه، نمیگم شما ها، نوع حرفاتون یه زمینه اونو میده. اصلا شما کارای ازدواج نیستی، یعنی شما میخواید ولی اون آدم درست پس که من بخوام پیانیست بشم ولی حاضر نیستم حتی یه روز برم کلاس پیانو. بنابراین من قراره یه جوری خودم رو چک کنم، مطمئن باشم چه خبر است. یعنی واقعا من کالای ازدواج هستم، این موضوع برای من هدفه، بعد این هدف من واقع بینانه است یا نه. اینکه شما من برگردید بگید من میخوام ظرف یه هفته یه پوند وزن کم کنم واقع بینانه است، ولی 20 پوند کم کردن که واقع بینانه نیست. حالا هر اندازه شما میخواید هر کاری بکنید. بنابراین باید با یه کسی چک کنید، با یه کسی چک کنید که مطمئن بشید ملاک های شما، اون کرایتریای شما به مقدار زیادی میخونه. فرض کنید من هم برای شما این کرایتریا پیدا کردم بدون اینکه شما بگید، گفتم سنش باید بین 30 تا 40 باشه، نه اون برای 40 برای شما درسته، نه زیر 30 برای شما درسته. در این حال هم این آدم باید ایرانی باشه، اگر مذهبتون یکی باشه دیگه بهتر. وزن من
پسر از من کوچیک‌تر باشه 2-3 سال، چون خودم خیلی بیبی فیسم، یعنی دوستای من منو ببینن خب فکر کنن. خب اینا درست نیست عزیزم، آخه اینا درست نیست. ببینید باز من اصلاً پسری که 4-5 سال با من بزرگتر باشه به هیچ عنوان من دیت نمی‌کنم، اصلا به دلم نمی‌شینه. من پسری که کوچیک‌تر باشه دوست دارم. خب همینجا مسئله است. میدونین چرا عزیز؟ ببینید شما چرا حرفایی میزنی که غلطه؟ شما حرفتون این است که من به عنوان دختر با وجودی که قاعده کار در تمام تاریخ و در دنیای امروز و با توجه به مسئله تولید مثل که برای زن 40 سالگی تموم میشه، مرد تا 60 سالگی هم میتونه باشه، همه اینا اومده گفته پسر باید بزرگتر باشه، ولی اصلا قبول. شما حرفتون این است که من دلم میخواد به عنوان دختر من بزرگتر از او باشم. اون برای قضیه رو نگاه کنید، چرا یه پسری از شما 5 سال کوچیکتر شما رو بخواد؟ آخه او چرا باید همچه اشتباهی بکنه؟ او چرا باید همه واقعیت‌ها رو زیر پا بذاره و در زمانی که او داره به سنی میرسه که به هر حال فرض کنید شکوفایی او هست با یه زنی روبرو بشه که داره سرازیر میشه؟ آخه هیچ وقت به این فکر کردید؟ آخه شما تنها که نیستید عزیز، شما همکاری و رضایت یک کسی رو میخواید با خودتون. به همین جهت وقتی شما قاعده رو میشکنید باید مطمئن باشید که قاعده ای که شما میشکنید از نظر طرف مقابلم شکستنش خوبه که نیست. فرض بفرمایید شما با یه پسری آشنا بشید 7 سال از شما کوچکتر، به مجرد که به پدر مادرش که برمیاد میگه اون 32 سالشه تو 25 سالته، میخوای ازدواج کنی، تو دیوونه ای؟ مخالفت اصلا شروع میشه. و اصلا یه پسر 25 ساله چرا باید از یه زن 32 ساله خوشش بیاد؟ یه مقدار سوال داره، برمیگره به نوع رابطه‌ای که با مادر پسر 30 ساله، پسر 29 ساله. آخه شما اینقدر تخفیف ندید عزیز. بنابراین شما اونجا بحث، خب من که از اول با شما حرفی نداشتم، من خدمتتون گفتم 30 تا فرض کنید 40، ولی زیر اون درست نیست. ولی شما با بحث مربوط به اینکه میخوام باز به دلم نمیشینه، باید جوان‌ترم باشه، خب اون نمیخواد با زن دختری ازدواج کنه که مسن‌تر باشه. تازه شما به یه واقعیتی توجه کنین و اون این است که روزی که یه پسری و دختری میخوان با کسی که سنشون خیلی کمتره یا خیلی بیشتر ازدواج کنن، آسیب روانی بین 4-7 سالگی خوردن. یعنی اونو میدونیم. این درست مثل که شما برگردید بگید من راحت نمیتونم راه برم، خب معلومه پاتون آسیب دیده. این چیزی نیست که آدم بگیم آدم ها دو نوعن، کسانی که راحت راه میرن، کسانی که میلنگن. همین که گفتیم میلنگن، یعنی یه اشکالی تو این سیستم هست که این بسا میشه درستش کرد. بنابراین شما لطف کنین، چون دختر باهوشی هستی ولی هوش انحرافی داری عزیز، یعنی کاملا تو جاده خاکی هستی، همون کاری که تو ایران کردی حالا یه جور دیگه اینجا کردی. بنابراین شما 3 سال اومدی درسته؟ الان 32 سالته. خب 29 سالگی اومدی، شما کی درس در ایران تموم شده؟ یعنی کارشناسی ارشد کی یا کارشناسی کی در ایران گرفتی؟ ورودی 87 کارشناسی بودم. خب بعدش آیا کار کردی در ایران یا نه؟ نه مدام افتر میکردم، چون که رشتم رشته حساسیه ویزه هم میتونم. نه کاری نرم، کاری نرم به رشته حساس. یعنی شما بعدت که مدرک، یعنی شما حرف دیگرتون من این است که من فارغ التحصیل شدم 4-5 ساله منتظر بودم یه دانشگاه خوب به من پذیرش بدم چون نشستم. دقیقاً. حالتون خوب نیست، اگه میدونستم اصلا با تون حرف نمیزدم. نه ببین عزیز، آخه تو از واقعیت ها بدوری، برای مهم بود دکتر دانشگاه. آخه تو که نمیتونی یه دنیایی بسازی که فقط برای تو مهم باشه. آخه مثل اینکه برگردی بگی برای من چوب خیلی مهمتر از فرض کن تلاس. خب خنده داره این کار تو، تو تعیین کننده نیستی، تو ملاک خلقت نیستی. خوبی بودم اینجا هم گفتم برای مهم دلیل. نه نه نه، بحث من این است که آدم 5 سال بعد از فوق لیسانسش 6 سال بمونه بعد بره دانشگاه. حالت خوب نیست، یه دفعه دیگه بیا کتک کاری کنیم، چون هنوز مثل که بو میده که تمام تیرایی که من به تو زدم هنوز زنده ای. بنابراین اگر زنده بودی یه دفعه دیگه بیا ما با هم مفصل کتک کاری کنیم، چون سخت احتیاج داری. شما دخترای باهوش که کاملا تو جاده خاکی هستید، واقعا اون هوش انحرافی یه دفعه دیگه برای من مشخص شد. این من در آورد من یه جای کار میکنه، هوش انحرافی داره. یه وقت دیگه بیا من حساب تو برسم. لطفا سیدی دو چیز، چرا ازدواج چرا طلاق و 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو، روی هم 12 ساعته سیدی یا یو اس پی شو پیدا کن، میتونی سفارش بدی بگیری و اونو داشته باشی. مواظب خودتم باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. زنده باشی. دکتر من یه سوال آخر، اینکه فرمودین من خودمو در معرض ایرانی‌ها قرار بدم، الان مثلا بوستون به اندازه کالیفرنیا اونقدر ایرانی نیست، الان شرایطش نیست که من در معرض ایرانی قرار بدم؟ نه خیر، شما همونجا سفر کنم.
با سفر به جایی نمیرسیم. ما اینجا که مردا که تو فرودگاه منتظر دو